طرح سپردگذاری و قسط اول دوم سوم، از زمانی که قسط اول دوم سوم را پرداخت کرده بعض از مشکلات هم به وجود آمده، اما آنچه را که ادامه پیدا میکنه و تمدید خواهد شد یا کار صورت خواهد گرفت رویش، همچنان در مورد تمدید کارت های هوشمند، کارت آمایش، برگه سرشماری و سایر برگه ها، ثبت نام دانش آموزان از زمانی که مجاز است و بعضی از مدارک را داره و کسایی که نداره. در این مورد امروز خواستم مفصل خدمت شما عزیزای دل صحبت کنم، بخاطر از اینکه چندین سوال در این مورد مطرح شد و عزیزایی که سوال داشتن سوالات خود را پرسیدن. من نتونستم که در این مورد بیایم خلاصه مفصل به صورت مفصل و دانه دانه برای شما صحبت بکنم، به او خاطر این برنامه را ترتیب دارم. اگر شما از زوی دل یکی از این گزینه ها به دردتان میخوره، حتما تا آخر برنامه با ما همراه باشید و این ویدیو را از دست نتین، انشالله که به درد شما عذاب بخوره. به نام خدای مهربان، عرض سلام و درود احترام وقت بخیر و خسته نباشید دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز، دوستان نهایت گرامی، اتباع عزیز، هموطنان عزیز ما در هر جایی که هستین، مخصوصا در ایران. امیدوار هستم که همیشه خوب و صحتمند باشید و از بدی ها و کسند روزگار در امان خدای بی نهایت مهربان. خبرها دوستای نهایت عزیز رنگارنگ گوناگونه و از بعضی از استان ها خبرهای جدید میشنویم که همخوانی نداره اصلا با آنچه اعلان میشه، همخوانی نداره با آنچه طرح شده و او تصویب شده، با او چیزا اصلا همخوانی نداره. من در لابلای هر برنامه خود آنچه را که اتفاق میفته بر شما اعضا میگم، چون شاید به درد شما هم بخوره. اما امروز حاشیه‌روی نمیکنیم، میریم مستقیم روی این سه مسئله بحث میکنیم. اول طرح سپرده‌گذاری. خیلی از عزیزا دوستای نهایت گرامی از ما سوال کرده بود که در طرح سپرده‌گذاری خیلی هسته که در قسط اولش پرداخت کرده، بعضی ها قسط اول دوم را پرداخت کرده، بعضی حتی قسط اول دوم و سوم را پرداخت کرده، اما تا به حال اینا ببینید که فرزندایش چه کار میشه نمیشه، در مکاتب چطور میشه نمیشه و در مورد کارت برای اینا چی داده میشه نمیشه. ما برای این دوستا بگویم که اما قسم که سازمان ملی مهاجرت افتتاح شد و درست است که خیلی ها بر علیهش هست و میخوایی مسدود شود، اما یک ارگان دولتی است و به این سادگی نیست که مثلا هر که هرچی گفت انجام شود. نه، یک ارگان دولتی است و یک ارگان قانونی هست و کارهای قانونی را هم انجام داده تا به حال. در هر مملکت و کشوری که بوری یک همچون ارگانی داره که برای مهاجران رسیدگی بکنه. خب دوستان نهایت گرامی، اینمی طرح سپرده‌گذاری اینا که از اول تصویب کرده و 100 میلیون را از اتباع جمع‌آوری کرده، از خیلی از اتباع جمع‌آوری شده. کسانی که در ایتر شرکت کردین اصلا غصه ازیر نداشته باشین که مردمی تو حرف میزنه، فلانی تو حرف زد در فلانی مجلسی، تو قصه شد برای ما که ایتر دیگه از بین رفتن. نه، ای پابرجا هست و کارش ادامه داره. کسایی که شرکت کردین کار بسیار خوب کردین، یعنی از قانون پیروی کردین، رأی نزنین و غصه نکنین، انشاءالله که به زودی تکمیل خواهد شد و آنچه که برای شما وعده داده انجام خواهد شد، بخاطر که نماینده از افغانستان هم رفته که من در خبر قبلی برای شما این خبر را گفتم و در مورد مشکلات مهاجرین قانونی هست و در ایترها شرکت کرده و میخوای قانونی شوه صحبت کرده و انشالله راه حل پیدا خواهد شد. اونا از اونایی که قسط اول دوم سوم رو گفتم پرداخت کرده شامل کد یکتا میشه فرزندایشون. کسایی که کد یکتا نداره خود در این قسمت شما میتونین کد یکتای خود را دریافت بکنین. در مورد کارت هم برای شما کارت داده میشه، اما کارت اقامتی که میگفت یک سال وقت داره و برای شما داده میشه، یقینا برای شما داده میشه. یکی چی وقت اونش را شما میتونین از دفاتر کفالت سوال بکنین، یک مسئله. مسئله دوم، وقتی که شروع شود خودشان از سایت هایی که مربوطه هسته اعلان میشه و ما در اولین فرصت خبر میشیم و برای شما حتما اعلان میکنم و شما میتونین برین اقدام بکنین و او را به دست بیارین و دنبال گپ مردم اصلا نگردین. این کار شدنی هست و کسایی که سالها در اونجا زندگی کردین، خانه دارین، جایگاه دارین، فرزندانتون درس خوانده، مشکلی نیست و انشالله که مشکل های روی روز حل شدنی است. یک مثلا دوم، اطلاعیه تمدید کارت هوشمند.
کارد هوشمند، کارد آمایش یا سایر سربرگه هایی که بر شما دارد دوستای عزیز، اینا در طی بررسی شدن قرار داره، یعنی تصویب شده که کسایی که مثلا کارد برگه هایشان تمدید شدنی باشه باید تمدید شوه، کسایی که مثلا اقدام قبلی کرده مقدار پولی را پرداخت کرده بر اونا باید داده شوه، به خاطر که پول شما گرفته شده بر شما رسید داده شده و این طور ارگان دولتی باز این کار نمیکنه دوستا که بگه که نه یا که بگه که اصلا وجود نداشت یا شما بر ما پول ندادین، این گپا نیست. خبرها درست یک ذره تند هست، یک ذره مشکلات به وجود آمده، اما آنچه که قانونی هست قانونی پیش خواهد رفت و دفاتر کفالت به همین خاطر وظیفه داده شده به تمام دفاتر کفالت که در این مورد رسیدگی شوه، کسایی که شما اقدام کردین و نصف کاره باقی مانده شما باید که برین عزیزا از دفاتر کفالت پیگیر احوال شوین، همیشه پیگیر باشین چطور شد چطور نشد، در هر هفته باید شما احوال بگیرین. برای خیلی از دوستا گفته بود که پیامک میای ولی متاسفانه پیامک هم نامده، برای بعضی که آمد رفته گرفته، برای از بعضی هایی که پیامک نامده شما میتونین حضوری، شاید یک روز کار بیشتر نباشه، شاید تخیل شما نزدیک باشه، مراجعه بکنین حتما و پیگیر باشین و ببینین که اونا چی میگه و اونا حتما گفته شده که به این کارها رسیدگی شده، یکی که بعضی از دفاتر کفالت خودشان رسیدگی نمی کنن دیگه مشکل خود از اوناست که شما پیگیری بکنین با قاطعیت تمام، اونا ناچار است که پیگیری بکنن. ای دیگه مسئله مهمتر دانش آموزان است دوستای عزیز، دانش آموزا را همچنان مدیری که مربوطش میشه آموزش و پرورش، همچنان خودی وزارت کشور ایران در این مورد سخن گفته، در این مورد بحث کرده، در این مورد جلسه ترتیب داده، جلسه نتیجه آخری یا نهایی خود را اعلان کرده و بعضی خبرهایی که نشر میشه دروغ است. خود دوستا ببینید اینا آمدن دو تقسیم کرد، یکی دانش آموزایی که مجاز است و دانش آموزایی که غیر مجاز است. اوی دز از اعضایی که دانش آموزای مجاز، یعنی پدر، مادر، برادر، خواهر یا اعضای فامیلشان که مخصوصا پدر و مادر است، یکی از سربرگه ها را دارد یا که یکی از مدارک را دارد و قانونی هست، برای اینا هیچ مشکل وجود نداره، اینا میتونه که در ظرف یک روز کدی یکتای خود را دریافت بکنه و به امتحانات و دروس خود ادامه بده. کدی یکتا را امو قسم که قبلا هم گفتم اعلان شده که به مسابقه کدی ملی ایران هم. یعنی امو کدی تذکری افغانستان، ما در افغانستان تذکره داریم و در تذکره ما یک شماره تذکره است، اونمو شماره تذکره در جای بریم میچلن، ما از ما میگه کد تذکره تا این تذکره بیتی شماره تذکره خود را، در هر جایی که بریم شماره تذکره ما قید میشه. این همی کد یک تا حیثیت شماره تذکره شما داره، حیثیت کد ملی ایران را داره، وقتی شما این را داشته باشین یعنی شما حقوق پرداخت کردین، یعنی شما حق و حقوق دارید و کسی نمیتونه که الکی حق و حقوق شما را زیر پای بکنه. اما حرف سری او دانش آموزایی است که مدرک نداره، مثلا چیزی نداره یا که برگه سرشماری داره یا که مثلا کارت آمایش داره یا که کارت هوشمند داره، اما تاریخ از اینا تیر شده، برای فعلا فاقد مدرک نمیچله. به دفاتر کفالت هم که مراجعه کرد اینا مثلا بهانه کرده که هفته بعد بیا، هفته بعد بیا، هفته بعد بیا و اینا نتونه سر تمدید بکنه یا جدید بگیره. اینا را دیگه رسما اعلان شد که شما به خاطر که اگر مثلا فرزندایتان در مشکل قرار داره به وزارت کشور مراجعه بکنید و در اونجا مشکلات خود را بگید، یا که وزارت کشور در همونجا مشکل شما را حل میکنه یا که شما را با یک استعلام با یک مکتوبی مراجعه منه به دفاتر کفالت، و دفاتر کفالت وقتی که استعلام داشته باشین مجبور است که کار شما را انجام بده، کارت شما تمدید میشه، کارت شما که تمدید شد بعد از اون شما اونمو کد یکتای خود را دریافت میکنید، البته یک مقدار پول را شاید بگیره، خب این چون در کل جای تقریبا همیتو یک چیزی رواج هست و یک پول را احتمالا به احتمال خیلی زیاد میگیره، چون مهاجرین را به همین خاطرم حق و حقوق میده چون یک پولی از پیش از اونا گرفته میشه. خب دوستای نهایت گرامی، یک تعداد از اعضایی که اصلا هیچی نداره، یعنی به صورت واضح بگم کاملا غیر مجازه، بری از این کسایی که غیر مجازه متاسفانه اونمو یک قانون وضع شده، در اونمو جلسه تصویب شده و او دیگر رد شدنی هم نیست، یعنی افراد غیر مجاز تا اینمی سه ماهی که برشان رنج قرار داده یا تا اینمی سه ماهی که برشان وقت قرار داده
باید از کشور خارج شود و به کشور خود برگرده. و در این روزا ما میشنویم که این پروسه به شدت در جریان است و جمع‌آوری و کنترلی از افراد جریان دارد. دیگه از جای دل امیدوار هستم که مشکل شما عزیزا حل شده باشه و کسایی که مجاز این حقوق پرداخت کردین، مدرک دارین، برای شما دیگه حداقل چی نباشه، مشکل نباشه، چون در هیچ جای دنیا همچون رواجی نیست که کسی که قبول شده باشه بعد برش باز دوباره مشکل ایجاد شود. بخیر سلامت باشین، از آن دل وقت شما خوش، خدا نگهدار.